هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و بیستم از ماه جون. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت در خدمت شما میپردازیم به پاره ای از مغالطات. امروز هم البته مطالب و مسائل هست در این باب و صحبت های دیگر. اجازه فرمایید که اول یک غزل از حافظ بخوانم. حافظ شیراز میفرماید: صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یک منی. صبوح یعنی شراب صبحدم. اینها یک مدارجی داشت، مینوشی اینطور نبود، نامها داشت، مصطلحات داشت، وقتها داشت، داستان زیاد داشت، چون یک سنت دیرپا بوده است این سنت می در ایران. باری این جام یک منی هم جام معرفت، مربوط به جام معرفت مولا علی بود است. البته حالا بنده نمیدونم جام معرفت الله یا مولا علی با من و کیلو اینا چجوری سنجیده میشه. صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یک منی. در بحر مایی و منی افتادم، بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی. خون پیاله خور که حلال است خون او، در کار یار باش که کاری است کردنی. ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. به به، ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. یکی از کنم هنرهایی که باز اون هم جزء لایمتک که این فرهنگ بوده است، موسیقی. موسیقی اینها از سبت که جزء در واقع مراسم و مناسک حیات اجتماعی ایرانیان موسیقی بوده است. موسیقی البته حرام است، این مقدمه زناست و امام جعفر صادق فرمود که، البته نمیدونم این از امام جعفر است یا نه، اما در باقر مجلسی میگوید که هر کسی ساز بزند به موسیقی باشد، گناهش بیشتر از آن است که 70 بار با مادر خود زنا کند. شما ملاحظه بفرمایید، تعجب نمی کنیم چرا مثلا چایکوفسکی، بتهوون در این فرهنگ ظهور نکرده و اینها. 70 بار با مادر خود زنا کن. و همان مجلسی میگوید که اینو 100 بار گفتم اما چون خیلی جالب است میگم خدمتتون، که هر کس ساز به دست بگیرد یک جنی به نام قفندر. حالا ببینید داستان جن یک پارت مهمی از قرآن کریم داستان جنه. شما تصور بفرمایید کجای کار هستیم ما. جنی به نام قفندر از پنجره میاد، خودش میندازه روی این آدم، همه عضوش به عضو مشابه این میشینه، شروع میکنه غیرت رو به مکه ازی. این ملتی که در تاریخش نمیدونم بار بد و اون داستانهای زیبا راجع به موسیقی و این سنت قدیم. خب راه و ره یعنی همون مقام. مقام امروز میگیم دستگاه. این دستگاه یه ترم جدیده، ما در قدیم چنین چیزی نداریم. ره یا راه، این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد، یا ز راه حجاز کرد. خب ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. میده میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت، خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی. یکی از سازهای که در ایران توسعه یافته در واقع همین بخش عراق و اینها اختراع شده به تحقیق این استادان تاریخ موسیقی و به مصر رفته و در ایران توسعه یافته، این ساز چنگ هست. یکی از زیباترین و رمانتیکترین سازها چنگه. امروز هم در مغرب زمین در بسیاری از این ارکسترهای بزرگ، فیلهارمونیک، چنگ به کار میره. چنگ هم انواع و اقسام چنگ هست، انواع و اقسام چنگ و بسیار بزرگ هم هست.
در واقع به صورت یه پیانو خوابیده است، یعنی این انحنایی که در داخل پیانو هست و طول سیم ها رو کم و زیاد میکنه برای اینکه در واقع فرکانس مختلف صدای مختلف بده، چنگ در حال ایستاده است، کجه سرش میاد پایین و سیم های کوتاه در پایین هستن، بخش زیر بمش در بخش جلو هست، حالت یک انسانی است که خم شده، پیری منحنی شده. و در واقع اون چی میگوید این است که سخن پیران، پند پیران حکمت آمیز و حکمت آموز هست. باید چنگ هم این رو به من گفت و از من بشنو، یعنی آواز من، یعنی راه موسیقی و لطافت فکر، مقدمه زنا میده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی ساقی به بی نیازی رندان که می بیار یا می بده تا بشنوی ز صوت مغنی هوال غنی، یعنی خدا بی نیاز است ز صوت مغنی هوال غنی، نه ز صوت آخوند و از اون رو نمیدونم اینجور حرفا. باری اینا در واقع به موازات این خوشمغزی و دیوانگی آخوند و سطحی نگری و اینها همواره پروتست بوده در مملکت ما، در بین اعراف اندک بوده، آدم هایی مثل ابوالعلاء معری کم بودن، اما بخش مهم از این سنت روشنفکری در تقابل بوده است با این دیوانگی های اسلام و سطحی نگری هاش و ادبارش و عقب افتادگی هاش، به زبان رمز، به زبان ساز، به زبان تصوف و خیلی چیزهای دیگر. درود بر شما. خدمتتون عرض میکنم که سازمان ملل متحد یک اعلامیه داده است که ایران حقوق انسان را زیر پا گذاشته است. یک آخوندی هم دیدم در این بی بی سی هست، میتوانید ببینید، گفته است که این غربی ها مدعی حقوق بشر هستند. ما اسلام اصلا حقوق بشر از اسلام بوده، این اسلام بوده مدعی حقوق بشر اینا. خب البته ما میدانیم حقوق بشر اسلامی چگونه است. ببینید اصل اول حقوق بشر در اسلام این است که حزب ما بهترین از احزاب است، هر کی باور نمی کنه گاب است، یعنی گاب است، روزنامه توفیق نوشته بود، بنابراین هر کس با ما نیست بر ماست. این اصل اول حقوق بشر اسلامی است. اصل دومش هم این هست که ما چیزی نداریم بخوریم، این بیابونا حمله میکنیم، هر کی چیزی داره میگیم بیا مسلمان شو جز خودمون که تعدادمون زیاد بشه حمله کنیم به جای بزرگتر، و بنابراین هر کس هم قبول نکرد مرداشو میکشیم، اموالش میبریم، زناش هم میاریم مدینه میفروشیم. یه حقوق بشر هستی بهتر؟ اصل سومش این است که نام هیچ کس رو، یعنی هیچ فرقه دیگر رو به نیکی نبریم، همه رو به تمسخر و تحقیر ببریم، میگویم جهود، میگویم مجوس، نمیدونم نصارا، کافر حربی، اینم اصل دیگر حقوق بشر اسلامی است. اصل بعدیش این است که زنها جز آدمیزاد به حساب نمیان، عقلشون کمه، فکرشون سخیفه، اینها به لحاظ حتی شهادت در یک امری چون اینا خلقتشون ناقصه نمیبینن درست. در باب ارث و اینا هم که چون آدم نیستن میرسد به کار یک هشتم و یک شیشم و اینها، اینا اصل دیگرش از حقوق بشر. اصل بعدیش این است که برده فروشی خیلی چیز خوبی است. آقا آدم میاری مدینه میفروشی، الله فرموده، از این بهتر حقوق بشر؟ اینا رو شماره نکردم ببینم در اصل چندم حقوق بشر هستم. اما یکی از اصول مهم دیگرش این است که دنیا بر دو قسمت است، یکی دارالاسلام هست که همه بهشتی هستن و هر کسافت کاری بکنن و هر جنایتی بکنن اشکالی ندارد، در بهشت هستن. دارالاسلام، دارالحرب هم یعنی جایی که ما باید قمه برداریم و شمشیر برداریم و عرض کنم نصف شب دزدان بیابان بریزیم سر مردم، اموالشون رو غارت کنیم. حقوق بشر اسلام بوده، ملازم فرمایید. حالا با اینا صحبت کن. بخیر، اینها چیزا الهیست، قرآن میفرماید که عرض شود که هیچ کس بر دیگری برتری نیست. عزیزان در بیابان جزی که این حرفا رو بزنیم کسی دور ما جمع نمیشه. ما بخوایم امروز هم بریم در بیابان‌های عربستان ادای پیغمبری کنیم، فرض کنیم یه گروهی هستن که پیغمبر ندارن داستانه، یه کسی میگه من پیغمبرم،
حالا درآمدم اینجا هست، شما فقط بیاین ما حمله میکنیم اینا رو اونو میگیریم. اونجا اگه بگوییم یک کسی برای کسی علی برتری داره، امکان نداره اینا بیان. این فقط اصلش این بوده که بهش مینازن. حالا من وارد فقهش دیگه نمیشم که از فرط در واقع بدبختی و ادبار و نکبت خجالت آوره در باب فقه اسلام صحبت کردن. حالا احکام ازدواجش و اینها میاری بماند دیگه، حقوق بشر اسلام. حالا به حمدالله من منه که ما کشورمون دو بار به نور اسلام منور شده، هممون اهل بهشت هستیم، هیچ ناراحت نباشه. تا زمانی که ما نوکری بکنیم و کتک از آخون بخوریم، اردنگی بخوریم، توسری هر چم داریم و نداریم، این عربا 700 سال اموال ما رو خوردن. یعنی از ابوبکر بگیریم و قبل از ابوبکر تا اون آخری که المستعصم بالله بود، اینها خون ما ایرانیان رو مکیدن. برید تاریخ رو نگاه کن، اینا لیست داره که سالانه چه از ما میدوزیدن میخوردن. چرا؟ چون با برکت اسلام خرج داره آقا. خیلی دین پرخرجی بوده این اسلام عزیز، یکی از اینا کار نکرده. این انبیاء، این اونو میدونم ائمه اطهار همه خون ما رو میمکیدن، مفخور بودن. خلفای اسلام همه مفخور، از ابوبکر تا المستعصم بالله. حالا این میانه علی و بچه‌هاش و عمر و بچه‌هاش و ابوبکر و دختراش و اینا، ببین اینا کار میکردن. شما یک چیزی به من نشون بدی یکی از اینا کار میکرده، یکی از اینها کار میکرده. کد یمین عرق جبین، اصلا این دستور کاری در اسلام به من نشون بدی ببینیم در این قرآن کریم و فقهش ببینیم کاری کجا هست، چه دستوری برای کار و کشاورزی و بازرگانی و صنعت اصلا هست؟ نه. اما ماشاءالله دستور برای غارت تا دلت بخواد بگیرید، محاصره کنید، غنیمت ها رو تقسیم کنید به سویه. البته عدل اسلامی یعنی به سویه، دوزه جمع میشه سر گردنه و باید به سویه بگن، اگر نه تیمشون درست باقی نمیمونه. یه مش ایرانی هم پیدا شدن فرزانه، دینشناس، خداشناس، گفتن آقا این به زور به ما حقنه شده یه چیزهایی براش بنویسیم، یک رنگ و روغنی از فلسفه، از معرفت انسانی تفاسیر کردن برای داستانهای در واقع خشن وحشیانه. آخرش هم این مزد ما بوده که دادن. در هیچ جای جهان من نشنیدم، مگر اینکه در سیاستی بوده باشه یا ارتش این کارو کرده باشه، اما در هیچ کجای قانون در واقع کیفری سابقش دیده نشده که 12 نفر برون و تجاوز کنن دست جمعی متفق القول. این مگر که حکم دولتی باشه یا از یک جایی تشویق بشن یا پشتشان به یک جایی باشه. معمولا 2 نفر که میخوان این جنایت رو بکنن، سومی میگه آقا نه، آقا ممکنه ما رو بگیرن، ممکنه آبروی ما بره، من خانواده دارم، همچی کاری نمیشه کرد. به خصوص ریپ کردن در این جامعه اسلامی، به خصوص که همه چیز مربوط به شرافت زنه. من باور نمی کنم که اینها، یعنی ابتدا به ساکن 12 نفر 11 نفر تصمیم بگیرن متفق القول و همه موافق باشن که برن زن و بچه مردم رو جلوی چشم شوهرانشون و پدرانشون تجاوز جنسی بکنن. من هم چیز رو قبول نمی کنم. من حال چیزی دیده نشده. 2 نفر دیدیم، 3 نفر هم دیدیم، 4 نفرش رو خیلی 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 به ندرت شاید پیدا نکنیم که 4 نفر با هم برن 4 زن رو بگیرن ریپ کنن جلوی شوهرانشون. اصلا چنین چیزی نیست. اینها هم ابزار سرکوبه. اون چه خداوند تعالی، تبارک و تعالی، الله مدین عنایت کرده است در عرض کنم که وجود این آقایان، اون جسم فیزیکی، اون هم آلت شکنجه و آلت پیشبرد مقاصد اسلامی است. از پربرکت دیگه اسلام. یک زنی دیگر هم شنیدم در یک شهری 7 نفر به او تجاوز شکایت کرده، زنه رو گرفتن و زنه رو بلکن. معنیش این هست که این مملکت مال ماست، جان و مال و شرف و ناموس همه شما آدم ها که آخون نیستید مال ماست. خفه شید آقا، چی میگید آقا تجاوز کردن؟ شما داشتین غیر میدادید. و ما ایرانی ها یک عادت دیگری هم داریم که همواره قربانی رو تو سرش میزنیم. یه چیزی براش بودم، حقش بوده،
حتما حجاب رو رعایت کنه، مردشور این حجاب رو ببره و بنیانگذاران حجاب رو در ملک شخصی. پس چی شد که الناس مسلطون به انفسهم و اموالهم؟ چی شد؟ هیچ کس در ایران به اموالش مسلط نیست، به وجودش مسلط نیست. آقا در باغ خودش، در ملک خودش میخواد لخت بشه را بره، میخواد دراز بکشه، میخواد ساز بزنه. پس چی شد این مالکیت شخصی در اسلام عزیز؟ نخه اینا اگر حجاب رو رعایت میکردن، یک آخوند بیشرافتی که بایستی واقعا خاک بر دهان او کرد، قضیه جرم و تجاوز به حریم خصوصی، تجاوز به حریم خصوصی آدم ها. تو این آمریکا یک کسی بیاد اشتباه داره، بیچاره میاد مهمان بوده در منزل تقی، آداری میاد منزل نقی، این نقی اصلا رو برده تو چمن میکشه، میاد اشکالی نداره، میتونه ازش فرار کنه. آقا من ترسیدم، یه غریبه بود داشت میامد، کمی که در تگزاس در این مراسم هالووین یا یه شهر دیگه، یه بیچاره کره‌ای داشته میرفته منزل یه کسی دیگر، اشتباه اومده زده کشته. هیچ حریم خصوصی گفتن که محترم هست. ببینید دوست عزیز من چه دارد. بله دوست عزیز من آقای قاضی سعید اینجا مراتب مربوط به استان گلستان رو آوردن و خط زیبا نوشتن: در تازه ترین تجاوز در استان گلستان که امروز انتشار یافت، 50 نفر به یک زن تجاوز کردن. در محوطه دانشگاه هم به طور جمعی یک دختر دانشجو به کلاس می رفته است. یعنی روز روشن، یعنی بگم تجاوز کردن. اشکالی نداره، اینا سرداران اسلام هستن، برای پیشبرد مقاصد منور اسلام کار میکنن. میخوان این کار بکنن که هیچ کی از منزل بیرون نیاد. بگم ما این کارها رو میکنیم، علیه ما باشید ریپ میکنیم. مگه چند چیزی میسره؟ گفتم در روزگار مغول که ما قد از خونخواری مغولان میدانیم، که خونین ترینه در واقع وقایع قبل از جنگ دوم. حالا شما حسابشو بکنید، با شمشیر 30 میلیون آدم کشتن چگونه است؟ ولی وقتی همین مغولان هم نشستن بر حکومت، گفته اینا مردمان ما هستن، رعایای ما هستن، ما شاه هستیم، این هم مملکت ماست. با عدالت میشود حکومت کرد، با ظلم و جور و ستمگری نمیشود حکومت کرد. حاج رشیدالدین فضل الله همدانی، بزرگترین مبرخان، یکی از بزرگترین مبرخان جهان هستیم. من سالها رفته زبانهای اویغوری رو نمیدونم چی یاد گرفته، تحقیق در احوال مغولان اینا، آخرش هم البته سرش بریدن. گفتن این همون ملعون است که قرآن عوض میکرد کلام قرآن. امشب نشون میدن که اصلا قرآن خیلی چیزاش قلابی است. در این قرآن جدیدی که شده در مسجد صنعا به شما نشون خواهم داد. باری میگوید که وقتی اشاراتی دارد به عدالت این مغول ها که چه کردن بعد از اینکه حکومتشون استقرار یافت، یه بابای اومده مسلمونی رفته یه بره خریده بزغاله از میدون، بیچاره مسلمونه خواسته به سنت خودش، حالا بگذاریم این سنت نکبت سربریدن هم داستانی دیگری است، این کشتن حیوانات هم داستانی است که واسه ما دوباره بهش فکر بکنیم، به بچه‌ها یاد بدیم آقا رحم داشته باشن نسبت به حیوانات. به حیوانات به عنوان غذا نگاه نکنیم. این کپ که عجب دیزی ازش میشه ساخت، اون آهو عجب راسته‌ای داره و اینها چیزای عقب افتاده وحشیانه است به ما یاد دادن. اینجور نیست، حق نداریم از این کارا بکنیم. باری این یه بره خریده بودنم چی میبره و سنت مغول این بود که خون بر زمین نریزه، خون بره رو نریزن. اگه دیده باشین کره‌ایام امروز با چوب میزنن سگ کباب میکنن میخورن، با چوب میزنن میکشنش بعد کباب میکنن، سر نمیبره کره‌ایا. چه تمدن پیشرفته‌ای در کره داریم، به به به. سگ رو با چماق اول میزنن که گوشتش نرم بشه. باری این میبره و همون درشی میبنده در خونهشو بیچاره. حالا این مغوله اون پاسداره که توی میدون نگاه میکرد اینو دید، افتاد دنبالش. بعد اومدید این در رو بس، از دیوار پا گذاشته و رفته بالا و ببینه که این به رسم مغول آیا این حیوان رو ذبح میکنه میکشه یا ای که به رسم خودش، رسم کفار، چون به صورت هر آدمی دیگری کفار مینامه دیگه. نه تاریخ ها رو بخونین، مسیحی ها به مسلمان گفتن کفار، ساراسنز، اینفیدلز،
اینا به اونم گفتن کفار، کفار فرنگ در جنگ های صلیباری. دیده که این خود آب آوری کاسه آبی به این خوراند و بعد رو به قبله و بسم الله الرحمن الرحیم و اینا سر اینو برید پریده از بالا نگه دارم اونجا یقی آقا رو گرفت دست و پاش واسه برده پیش خان که این یاسا رو اجرا نمی کرد. گفت که تو از کجا دیدی؟ گفت من دیدم. گفت چگونه دیدی؟ گفت این آمد در میدان این برده رو خرید برد و منزلش در بس. گفت پس تو چطور دیدی؟ گفت من از دیوار رفتم بالا نگاه کردم. گفت تو از دیوار این رفتی بالا نگاه کردی؟ گفت به چه حقی تو تجاوز کردی به حریم خصوصی این مرد؟ خود آقا رو داد گردنش زدن، او را به یاسا رساندن، به خاطری که حریم خصوصی آدم ها همواره محترم بوده جز در ولایت فقیه، حکومت ولایت فقیه که هیچ چیز مسئول نیست از تجاوز اینا. حالا الحمدلله و المنه ما آخونده که یک روز گدایی میکردیم و هفت نفر ما دستمون میرفت در یک کاسه یخنی، امروز سرمایه های کلان این ملت بلوچستان و کرد و گرسنگان اطراف و اکناف ایران رو میدهیم آخوند شکم گنده درست میکنیم. در هاروارد ایران هرچه بیشعور و کم عقل و بیمایه و جنایتکار و خنگ و عقب افتاده هست برای رهبری این مملکت در قم، در فیضیه و جاهای دیگر مرتب داریم تولید میکنیم. بی بی سی عکس های خیلی جالبی از این تولیدات سامان جان لطفاً از ابتدا نشون بدید. این عرض کنم که اهریمنان رو و سه کلان اهریمن اونجا عمامه میدادن. بله ملاحظه فرمایید اینا مفخران جدید هستن و گردن کلفت های جدید، چاقوکشان جدید، عرض کنم که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم. بله این آقا رو ببینید با چه دقتی اما مرا ملاحظه فرمایید. نه 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 همونو بیارید. بله بله و همون ها ملاحظه کنید زیر پاش عمامه رو پاش گذاشته، بعد از زیر پا در واقع از چپ به راست برده، از پشت پا گردانده آورده بالا، محکم این پیاله رو میخواد درست کنه، داره میپیچه، داره میپیچه. این عمامه پیچی از اصول اسلامه. ببینید بهترین عمامه که اینجا هست این میانی رو در نظر بگیرید، یک دو اون سومی دست راست انگاری کارخانجات عرض کنم که شفیل این رو ساختن اونجا دست بودا بالا بالا به طرف راست به تها ها باره جلو از طرف راست از طرف راست از طرف راست آها عمامه سوم باری نه نه اون طرف اون طرف درست بالا آها ببینید چه عمامه گردی. و آقا این آقا رو باید جایزه داد، ملاحظه کنید. بله 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 این فرض کنید گلوله بیاییم بخوره این پرتاب میشه عمامه باز نمیشه. بله بله اینها عرض کنم که از اینها این میانی برای آخوندی خوبه، یکی دو تا اینا اشتباه ها این خوبه برای آخوندی. این دست راستی هم هست، دست راستی دست کاملا این بری این طرف نه 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 نفر در منتهی اله این طرف آها این اینم برای آخوندی عالیه از نظر قیافه آخوندشناسی. و بعدش هم این نفر این طرفی آخری این طرف دست چپ این دو سه اون یکی دو تا اون یکی این واسه ورزشکار میشد کاراتکار میشد همون که داشت عمامه میبست به درد آخوندی نمیخوره، این آخرش هم باید بندازنش بیرون. اون وسطی هیچی نشده شکم. ببینید این آقایی که اهریمنی که در دست راست هست این اهریمن فکر کنم که همین مکارم جدید در واقع مفاسد شیرازی است، دارد عمامه میتپاند به کله یک سید. حالا این دیگه سید اولاد پیغمبره، بیا و تماشا کن. بله ما بدهکاریم به اینا، باید تعظیم کنیم. بله بله ببینید ایشون باید میرفت نمیدونم در کاتواندو نمیدونم کاراته و اینا کار میکرد، اینجا چه کار میکنه نمیدونه، حتما عقل درستی هم نداره آمده اینجا. این اهریمن دست راستی خدا میدونه چند سالشه، من فکر میکنم از مهاجرین بوده که از مکه از مکه به مدینه فرار کرده، اینها در جنگ بدر هم چیز میکرده با مشک آب میآورده حتما. اینا هیچ کی نمیدونه چند سالشونه، هیچ کس نمیداند این آخوندا چند سال دارن، چون این زاغان و اینا که نمیبینن لاشخورا، لاشخور مرگ نداره. بله عکس بعدی لطفاً. بله دستبوسی از اون اهریمن، یک اهریمن میانسال دست یک اهریمن کهنسال رو گرفته. همه اینها عقل بچه 4 ساله کلاس سوم دوم ابتدایی رو نداره، یعنی مفید به حال جامعه نیستن. یکی بپرسه اینا چه میکنن برای این جامعه و چه کردن؟ ببینید این اهریمن همشهری خودمون است، این آقای آیت الله صافی بولپایگانی، این در جنگ بعد اومده است و گفته است یا رسول الله من جنگ بلد نیستم بکنم، قزغونو بدین بخشتون آب بیاره.
حضرت هم فرموده است خدایا من از صافی راضی ام، از او راضی باش. اینا معلوم نیست چند سالشه، 1000 سال، 1500 سال. بله این یکی هم همون کسی است که رفت شوروی رو شیعه بکنه، آملی. از این احمق‌تر فکر نمی‌کنم در کل تاریخ پیدا بشه. اگه من جای این احمق بودم، خمینی میگه برو اونجا پیغام ببر، فرار می‌کردم اروپا یه جایی، که رفته به گورباچف گفته آقای گورباچف آخوندا با امام ما گفت شما بیان شیعه شین، از این کفر دست برداری. داره عمامه میذاره، اینا مفخرای آینده هستن، من رجای واثق دارم به قول قدیمی‌ها که اینها شکمشون از مال ایرانی پر نشه. فکر نمی‌کنم کار این گروه عمامه به سر آخونده مفخر و زالو، اینا نفرتی که بعضی اینا دارن یه نفرت فشرده غریبی است. میدونی این نفرت از آخوند و ما از حافظ و خیام اینا یاد گرفتیم بچه بودیم، پدرمون هم به ما همون تعلیم رو میداد، گفت یادتون باشه آخوند نه شرافت داره نه صداقت داره، پر از ریا و شقاوت و طمع و بی‌ناموسی. میشناخی اینا رو؟ آیت الله زنجانی هم همین رو گفته، کسروی هم همین رو میگه، این شعرهای روزگار صفوی هم به تصریح و به تعریض همین رو گفتن، ادبیات اروپا هم همین رو میگه نسبت به آخونده خودش. خب از اینم که بگذریم، ملاحظه فرمودید 3 کلان اهریمن بچه اهریمن تربیت میکنن، ما این آخوندها رو تا اونجا که میتوانیم از زندگی اجتماعیمون بایستی بتوانیم حذف کنیم، اینا رو دعوت نکنیم، به اینا باج ندیم، به اینا سلام نکنیم. حتی المقدور این مفخران مردمان فقیر ما رو، در واقع اینا اموال فقرا رو دارن میخورن، اینا نشت اکاذیب کردن یک عمریز، چه باجی داریم ما با آخوند بدیم؟ من این دستگاه رو میبینم که مثل اروپا محدود شده و اینها رو میبینم که ممنوعیتی خواهند داشت در پوشیدن این لباس فریب و ریا. و درود میفرستم برای اون مرد بزرگ مجتهد شبستری که از دانایان و خردمندان اون مملکته و این لباس تزویر و ریا رو از تن بدر کرده و کار فکری میکنه، کار روشن فکری میکنه. خب از اینم بگذاریم، اجازه بفرمایید برویم سر این مغلطه قرآن که قلمبه الله فرستاده و یک کلامش چندین آیه هست که خداوند کلامش رو محفوظ میکنه. حالا آیاتش رو من جمع‌آوری کردم، اینا رو تقسیم بندی کردم و اینا به موقع بهش میپردازیم. در روزگار پیغمبر اینا رو ایشون میفرمودن، دیگرانم مینوشتن، فکر کنم اگه خطا نکنم 10 کاتب قرآنم. اولین کاتب عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر، مرد شاعری بود، مرد فصیح بود، و از پیغمبر و اسم محمد فصیح‌تر بود در کار بیان زبان عربی. این عبدالله آمده است و ایشون گفته است که تو بیا مسلمون شو، اینا داره جبرئیل میاره برای من، جبرئیل میاره به من میگه، اینا به من وحی میشه از طریق جبرئیل، شما اینا رو یادداشت کن. تو بشو گفت باشه. این داستان بسیار بسیار داستان مشهوری است، به کرات و مرات به این قضیه اشاره رفته و وقتی هم که داستان عرض می شود که فتح مکه شده، اونجا هم باز چندین بار به اشاره رفته که از کنم دستور کشتن شده بود. باری این آقا می اومد یادداشت میکرد، بریم بخونید، اینا هست، کتاب هست، کتاب خودشون چاپ کردن. این آقا یه چیزی میگفت، یعنی پیغمبر اسلام، این پسر عموی الله مدینه، میگفت این عوض میکرد اینا رو، فصیح‌تر میکرد، میگفت محمد چطوری؟ میگفت والا این قشنگ‌تره. میگفت باشه پس اینو بنویسید جزء آیات قرآنی. فردا دوباره آیه عبدالله عوضش میکرد، چون عرض کردم فصیح‌تر بود، زیباتر از محمد عربی میگفت. یه روز نشست قلم گذاشت زمین، گفت ببینم مرد حسابی، تو به من میگی اینا رو خدا میگه؟ گفت بله. گوه خدا میگه چرا من عوض میکنم اعتراض نمیکنی؟ پس این داستان درست نیست، دروغه. گذاشت دارم، این داستان خیلی مشهوره، در واقع ارتداد عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر اگر اشتباه نکنم، یا سعد ابن عبدالله ابن ابی سهر، باری این یه همچین داستان. بعد رفته بود و
در واقع طنز میگفت به این داستان اسلام و خداش و اللهش و جبریلش و اینها، موقعی که فتح مکه شد حضرت فرمودن شش نفر مرد و چهار نفر زن اگر به دیوار کعبه هم آویختن اینا سر بودن، سرشون رو برای من بیارید. اولیش این عبدالله بوده، عبدالله ابن سعد. اما این عبدالله برادر رضایی عثمان بود، عثمان سرمایه‌دار و برده فروش معروف عرب. در اسلام که خیلی کاسبیش خوب شد عثمان، هر چی پول داده بود در راه اسلام از طریق فروش زن و بچه مردم چند برابرش به دست بود. پیر زنا رو می‌خرید که طلا داشتن، طلاشون رو می‌کرد می‌ریخت جیبش. نماینده الله بود دیگه، نماینده الله، نه جیبوری هم بکنه فوری. باری این فرار می‌کنه میره در منزل عثمان که بابا این پسر عموت نمی‌دونم قوم خیشت خون بنی امیه بود، بعضی اینا پسر عمو بودن، گفت این دستور منو بکشن، گفت من نمی‌ذارم، تو ناراحت نباش. بعد حضرتشان هم نشسته بودن، قمه کشا و شمشیر زنا مولای متقیان و عمر و اینا هم نشسته بودن دور و برش در یک تپه‌ای که مردم میمدن مسلمون میشدن. یدخلون فیدین الله افواجا، اونجا انجام میشد. باری عثمان یه مرتبه پیدا شد، عبدالله همراهش، گفت محمد اینو به من ببخش. حضرتشان هرچی اشاره کردن اینجوری یکی گردن اینو بزنه، اینا هم توجه نداشتن یا احترام داشتن چون شعرا محترم بودن، و گفت به تو بخشیدم. عبدالله رفت، بعد گفت چرا نزدین گردن این مرتد رو؟ گفتن قربان شما نفرمودین. گفت من هیچ با چشمم اشاره میکردم. اینا در همه تاریخ های عرب هست، این داستانی که من به شما میگم اختراع نمیکنه. باری این داستان قرآن بوده. حالا بعد هر کسی یه قرآنی داشت، چون اونجا وضعیت و ارگانیزیشن و تشکیلاتی که اینو بنویسن و کتاب درست کنن اینا که نبود، که هر پیش دست یه کسی بود. و مشهور هست که حفصه دختر عمر که زن پیغمبر بوده، زن محمد بوده، اینها رو جمع‌آوری کرده بودن، نوشته بودن رو پوست و روش شده میدونم چیزای خرما و برگای خرما و روی کاغذایی که مصری‌ها می‌ساختن و اینها از زیرباز، و پیش اون بوده. چنین اشتهار دارن. و وقتی هم که این پیغمبر اسلام مرده، هر کسی قرآن خودش داشته. بعضی ها اهل حفظ بودن، اینها تا حدی که سواد آموزی رو نفی اعلام کرده بودن، چون گفتن حفظیات از بین میره، خیلی علاقه داشتن به حفظیات اعراب. اینها سه روایت مشهور است. این 14 روایتی که حافظ میگه واسه معنیش بنگم یعنی چی. یکی روایت زید بن ثابت اگر اشتباه نکنم، یکی روایت عبدالله ابن مسعود، یکی روایت ابو موسی اشعری، و اینا رو فرستاده بودن این طرف. اینا هر کسی قرآن خودش رو در می آورد و می خوند. در زمان ابوبکر همون قرآنی که پیش حفصه بوده استفاده می شده اینا، یعنی عمر هم اون قرآن آورده بود و اینا، ولی استاندارد نبود، هر کسی قرآن خودش. تا می رسیم به روزگار عثمان میگه اینجوری نمیشه. میاد و شهود رو صدا میکنن، میگه تو دیدی چی گفت رسول؟ گفت بله والله من دیدم. گفت شاهدم داری؟ شاهداشو میاره. گفت بله من بودم که رسول گفت چه اینو چنا. اینا اصلا معلوم نیست پایش چیزی داره نداره، اصالتی داره نه، یک چیز بسیار بسیار پراکنده و پریشیده است قرآن کریم. شما نگاه کنید یک صفحهشو میخونید میذارید فرار میکنید از بس ملال انگیز و پریشیده است. فقط داستان یوسف شکر مرتبه. حالا جمع کرد، بعد دستور داد هر جا قرآن هست بیارید. آوردن یک کوهی درست کرد قرآن، همه را آتش زد. بنابراین قرآنی که امروز در دست هست که با بقره شروع میشه و با اون در واقع سوره های کوتاه کوتاه شاعرانه مکی معمودن پایان پیدا میکند، این کار عثمان ابن عفان. اینا هم با هم قوم خیش بودن، نمیدونم میدونید یا نه. دختر ابو سفیان زن رسول بوده، دختر 7 ساله ابوبکر زن رسول خدا بوده، دختر عمر حفصه زن رسول خدا بوده، دختر رسول خدا یکی زن علی بوده،
دختران رسول خدا دو تا زنه عثمان بودن. عرض میشه بر خدمت شما که اینا به هم داد و ستد پیتون پلیسی داشتن. باری عثمان این کار میکنه و دستور میده حج قرآن آتش بزن. بنابراین افتخار مسلمانان همواره بود که الحمدلله که ما یک کتابی داریم که همه جاش یکیه، یعنی شما دو جور واریانت نداره به قول معروف. حالا این داستان واریانت خدمتون گفتم یعنی قرائت دیگر. اساسا طبیعت زبان عرب این است که شما شعر زهیر، نمیدونم امرؤ القیس هم که نگاه کنید واریانت نداره، یعنی یه جوره، به جهت اینکه اینها زبان عربی با این حرکاتی که داره اجازه نمیده معنیش عوض میشه بخواد چیز کنه. باری تا سال 1972 یک مش کارگر، یمن هم یه محل دوردستی بود در مرکز خلافت، شما فاصله یمن رو تو مدینه در نظر بگیرید بسیار زیاد بود. اونجا یک مسجدی هست به نام مسجد صنعا، مسجد خیلی 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 قدیم، کارگران اونجا کار میکردن در روزگار سال 1972. بعد رفتن زیر سقف که تعمیرات کنن، یک مش کاغذ اینا اونجا دیدن، اینا رو گذاشتن تو این کارتونه بود، گذاشتن قاطی سیب زمینی ها، یه مش نمیدونم سیب زمینی اونجا چه میکرد اینها، و گفتن کاغذهای بیهوده است و خبر رو رساندن به رئیس باستان شناسی یمن. و این مرد آمد و مرد دانایی بود و نگاه کرد و گفت این چیز مهمی باستی باشه، همینجا نگرش دارین لطفا، و استمداد بین الملل کرد. مهمترین دانشمندان عربی شناس امروز در آلمان هستن، متخصصان خط قدیم از آرامی بگیرید تا عربی و غیره و اینها، پروفسور پوین اینها تمام اینا نظر دادن که پروفسور پوین بالاترین تخصص ها رو در این کار داره. بلافاصله البته خیلی طول کشید و سرمایه گذاری شد و پروفسور پوین و همدستاش در واقع اسیستانهاش آمدن و اینها رو نگاه کردن و خوند این خط رو و دید قرآن، قدیم ترین قرآن. بعد از کمیستا و لابراتوارها استفاده شد، این موادی که روش نوشته شده کربن 14، کربن 14 به شما خواهد گفت که جنس اون چند سالشه، معلوم شد از دوران محمد است و 8000 برگ و 40000 میکروفیلم از این قرآن صنعا تهیه شد. و خوشبختانه قبل از اینکه آخوندها بفهمن این رو آتش بزنن هم و شیبه عثمان رو بگوین این قرآن قلپی از آسمان آمده است، از پشت ابرها آمده و از اون سوی مریخ، اینها پروفسور پوین اینها رو در واقع میکروفیلم تهیه کرد، 40000 میکروفیلم اینها رو برداشتن و بردن آلمان و پروفسور شروع کرد این رو خوندن. اون چه به دست آمد این است که 1/5 قرآن یک سره بی‌معنی است، میگوید که اصلا در عربی هم معنی ندارد. و استنتاجی که پوین کرده از این داستان این است که این که از قدیم میگفتن قرآن رو ترجمه نکنید چون بخش عمدهش بی‌معنی است، یعنی 1/5 هیچ چی معنی نداره، میگوید به عربی معنی نداره تا 40% به زبان دیگه، و یه مطلبی به زبان اصلی بی‌معنی باشه حالا ترجمهش ببینید چه حکایتی میشه. و میگوید که این یک تکست التقاطی است از عرض کنم که مطالب معروف روزگار عرب که نویسنده اینها رو جمع کرده و بخشی از اینها راجع است به روزگار شاید 100-150 سال پیش از اسلام که این در این قرآن آمده. الحمدلله که این کشف بزرگ شد و بعد چند دانشمند از آکسفورد رفت کمبریج، یک دانشمند مسلمان که تأیید کرد و البته به سائقه مسلمانی گفت، البته من نظر کلیم عوض نشده است نسبت به قرآن، ولی بله اینها هست درست میگه. و ما یک مرد مبارز آزاده داریم به نام ابن براق. ابن براق چندین کتاب نوشته که چه از اسلام بیرون آمدم، و ابن براق امروز هنوز تحقیقات پروفسور پوین به چاپ نرسیده، خیلی خیلی کار بزرگی بوده، اما ابن براق بخش هایی از مصاحبه های پروفسور پوین رو در یک کتابی آورده که به نام قرآن چه میگوید، این وقتی چاپ شود خیلی خیلی داستان خوبی خواهد شد. اجازه فرمایید یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. این موسیقی به انتخاب سامان گرامی در اتاق فرمان. تا چند دقیقه دیگه
بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است. از توجه و پشتیبانی مستمر شما سپاسگزاریم. با درود بر شما وطنان گرامی، سه مطلب خدمتتون عرض کنم. یکی راجع به مرتبه مربوط سرزمین جاوید هست که من هرگز راجع به صحبت نمی کنم. این دو مطلب، یکی کتاب بسیار بسیار خوب دوست عزیز و فاضل من آقای مهری است درباره فرهنگ، هنر و سیاست، 100 مقاله. آقای مهری احتیاج معرفی نداره، سالها در کار قلم و روزنامه نگاری و ترجمه و نویسندگی بودن و این کتاب 100 مقاله رو چاپ کردن. همواره هر موقع ما ازشون خواستیم که چیزی بنویسن چاپ کنن تن زدن. خوشحالم که این کار انجام دادن. مستقیما با آقای مهری تماس کنید، منزل ایشان، و در باب این کتاب باشون صحبت کنید. 310-207-1969 خیلی هم راحت هست. 310-207-1969 با آقای مهری، خانم مهری صحبت میکنید. یکی هم این مجموعه باران نور از دوست عزیز ما آقای فرهنگ فرهی است. این مرد محترم رو شما میشناسید، بیشتر از 50 سال در کار نویسندگی و از کنم که تحلیل و روزنامه نگاری بوده است و احتیاج معرفی من نداره. خوشبختانه تلفن مستقیم ایشون هست. کارهای بسیار بسیار جذاب و جالبی چون اهل ذوق هست فرهی جمع‌آوری کردن در این مجموعه باران نور با تلفن 818-439-1943 818-439-1943 نوشتند که با یاری دکتر ساموئل دیان. و اینجا باران نور، نظم و اجرا فرهنگ فرهی، مجموعه شعر و موسیقی با نوشتاری از محمود خوشنام و علیرضا میبودی. این یکی هم خدمت شما در باب پشتیبانی های سرزمین جاوید خدمت عرض کنم که تنها یک تلفن هست و اون در واقع 818-345-0607. بقیه در جریانات به سرزمین جاوید ارتباطی ندارند. 818-345-0607 این تنها تلفن مربوط به سرزمین جاوید هست.
که همین سوال هاست، این هم یک تلفن بیشتر نبوده، 818-340-7. برگردیم سر موضوع این قرآن شریف و منبساتهاش. خیلی تفاوت دارد این قرآن که مربوط به روزگار پیغمبر اسلام هست و در همون روزگار نوشته شده با همون مرکب با همون تشکیلات اون روزگار، و عرض کردم تاریخش رو دیگه ما نمیتونیم مغلطه بکنیم و جور آقا این کار آمریکایی هاست، این غربی ها، این کفار انگلیس برای ما درست کردن که خلل در دستگاه اسلام، نه اینا شیمیستای دنیا اومدن اینا کاغذ امتحان کردن مرکبش زندگیش مربوط به همون قرنه با کربن 14 که در این در واقع هر ماده ارگانیکی کربن و هیدروژن، کربن و هیدروژن بدن من و شما، کربن و هیدروژن منهای استخوان‌های که حالا کلسیم و چیزهای معدنی دارد، اما موجودات زنده از درختان بگیرید تا حیوانات کربن هیدروژن. کربن 14 معلوم میکنه که این چند سالش. منتظریم که این آقای پروفسور و بهترین لینگویستا در این عصر اخیر، بخشی از بهترین، بخش عمده ای از بهترین لینگویستا زبانشناسا از جرمنی بودن. ما یه پروفسور هرتفلد داریم که خداوند رحمان اون الله مدینه رو کاری ندارم بیامرزد، این مرد بزرگ رو که مجموعه کاراش هنوز اونقدر کارهای مرد عظیم بود و یادداشتاش و کشفیاتش و اینا که هنوز 30,000 قطعه از کارهای نفیس ایران در اختیار دانشگاه شیکاگو است که ایشون آورده بود آوردن تحلیل بکنن. این میراث عظیم پروفسور هرتفلد زبان پهلوی رو او یاد ما داد، یاد ایران یاد داد. و زبان شناسان دیگر مثل وولف خیلی بودن، و این پروفسور پوین امروز بزرگترین عربی شناس و عربی دان و آرامی شناس و نمچی شناس هست، تمام زبانهای سامی قدیم رو به زبان مادرش بهتر میدونه. ما یه پروفسور نولکم داریم که قزوینی میگوید این اعظم دانشمندان آلمانی در زمینه در واقع اورینتالیسم هست، یعنی شرق شناسی. اینا آلمان خیلی کار کردن و بسیار بسیار نگاهشون عالمانه بوده است به قضایای این گیتی. خود ما که الحمدلله یک تصحیح درستی هم هنوز از شاهنامه نکردیم، اینقدر ما درجات فضل ما ایرانی ها بالاست که تصحیح درستی از مثنوی نکردیم هنوز. هنوز چسبیدیم به نیکلسون، خدا بازم بیامرز پدر نیکلسون رو انگلیسی که برای ما مثنوی تصحیح کرد. بله خب از این هم بایستی بگذاریم و برویم سراغ مغالطات، وقتمون هم زیاد نیست. هری شب من اشاره کردم به مغلطه مفسد و فلعرض، میخوام در باب مفسد و فلعرض امروز صحبت کنم. حالا باقی و تاقی و عرض میشود که محارب، محارب فلسطان بفرمایید که این آقای هنری کیزینجر رو عرض شود که تشکیلات سیاست مداره سابق رو دستاشون بستن کجا، اینا مفسد فی الارض هست. یا آقا بیایم ببینیم این مفسد فی الارض یعنی چی. آقا یه جرم معنی داره، جرم سه طبقه است. پریشب اشاره کردم، امروز اندکی با تفصیل بیشتر. جرائم جهان از روزگاری که آدم ها دور هم جمع شدن، شهرها به وجود آمد، عرض میکنم موضوع عدالت و قضاوت اینا بدون اومد، جرم ها طبقه بندی شدن. امروز در همه جهان فکر میکنم به همین وجه هست. سه طبقه جرم ما داریم. یکی جرم خلاف هست که در حقیقت در حدود مرز اخلاق و اینهاست. سبکترین جرم ها خلاف هست، مثل رد شدن از چراغ قرمز که خیلی خوب خلاف والایی است. با چراغ قرمز باید ببینم واقعا چگونه خلافی است. یا با زیشلواری به خیابان آمدن، استاپ ساین رو رد کردن، یا خلاف هست. تا $200 صدمه زدن تو آمریکا اینفرکشنه. از $200 تا عرض کنم که $1,000 این مستمینر یعنی جنه. بعدش هم که جنایت دیگه، جنایت قبیل آدم کشی و نمیدونم سرقت مسلحانه و خیلی چیزا جز جنایت به حساب میاد. فلانی جنایت، قانون ایران هم خیلی زیبا درست شده بود در زمان رضا شاه. این دادگستری که درست شد، آدمای بزرگی مثل داور اینا نشستن کتابهای دنیا رو خوندن، اینها رو طبقه بندی کردن، این
ادبار اسلام رو بیرون انداختن، بریدن دست و چشم در آوردن و قصاص و نمیدونم سنگسار و این و مایه های ننگ بشری، مایه ننگ تاریخ، مایه ننگ جامعه بشری واقعا سنگسار. بعد که اینا آمدن تا اونجایی که میشد و این جامعه میپذیرفت و به زور اینها رو این عقب افتادگی های در واقع تعیین مقدار هر شبت که جریمه با شطور، تعداد شطور، آقا شطور با از کجا بیاریم؟ نه خیر، شما شطور ما قیمت بلدیم، ما خونده همه چی خیلی چیزا بلدیم، ما میدیم اونجا در کرمان شطور پیدا میکنیم، میدیم شطور در کرمان قدر در تهران قدر شطور، که این قوانین الهی ساقط نشه آقا، شطور، قوانین شطوری اینها. خب همه اینها داره تعریفی هست، این قوانین مغرب زمین متکیز بر قوانین روم، امپراتوری روم که سنا داشت و دستگاه قضاوت داشت و بندوسات داشت و خیلی خیلی در واقع قوانین دقیقی داشته، از یونان آغاز شده این تعاریف، افلاطون بخشیش مربوط به عدالت هست که در واقع قانون منبعث از موضوع عدالت در جامعه هست، اینها تا میرسیم به جامعه شناسان و جرم شناسان و قضات بزرگ، اینها نوشتن، تحلیل کردن، آدم‌های باهوش، این همه دانشگاه در دنیا تحقیق کردن جرم سه طبقه. ما اصلا چیزی به نام جرم سیاسی ما نداریم، پولیتیکال کرایم، ما همچی چیزی رو نمیشناسیم آقا، اصلا در دیکشنری شما بریم نگاه کنید آقا جرم سیاسی، میگه جرم سیاسی یعنی چی؟ چه میگید آقا جرم سیاسی یعنی چه؟ اینا مجرمان سیاسی هستن. ما یه بند داشتیم در زندان قصد بند یک، ما دانشجو بودیم، ما رو بدن بازدید، اینها مجرمان سیاسی چیکار میکنن اینا؟ اینا با اون گردن کلفت جنایتکاری که نشسته اونجا چماق دستش گرفته حقوق ملت رو میخوره، میگن این چرا حقوق ملت رو میخوره؟ اینا مجرمن. امروز در سوریه مجرم زیاد داریم، 60,000 نفر مجرم داریم، اسد گفته هر روز میاد سخنرانی میکنه از بخشش و تغییر، بعد میاد اونجا تهدید میکنه یه زیادتر هم میکشه برای نگه داشتن بیزه اسلام. از البته اینها ما آخوندها جانمان به این اسد، این اسد نباشد که دست ما از حماس و کسافتکاری های ما در منطقه فلسطین و لبنان اینا کوتاه میشه، اسلحه از کجا بفرستیم برای این چاوکشان کردن کلوفتای فلسطینی و لبنانی و حزب الله؟ اسد مثلا یکی از اینهاست، هر کس بر منه یعنی با من مخالف است اون مجرم و جنایتکار، من باید او رو بکشم. این قضاوت از دید دیکتاتورهاست، جنایتکاران که خداوند ایران زمین، او الله مدین خودش جنایتکاره، الله عدالت در ایران زمین بوده قبلا، ما الان از او استمداد میطلبیم که شر این آخوندها رو از این مملکت بزرگ و این سرزمین باستانی، همراه اصلاح طلباش البته و همراه مماشات کنندگان و آخوند و همراه از دو سو سخنگویندگان از دو سوی دهن، شر اینها را از سر این جامعه کوتاه بکند، مملکت خوب میشود ان شاء الله تعالی. قوانین نوشتن، چه جوریستای بزرگی داشته آلمان که به دنیا اینها خدمت کردند با تحلیل در واقع موضوع جرم و ماهیت قانون، اینها از مونتسکیو شروع شده این داستان قانون مدرن، روح القوانین، اینا مفسد و فلارض. حالا من میخوام مفسد و فلارض رو به شما عرض کنم چی هست. هیچ معنی نداره، سخن باطل و مهملیست، چون من فکر میکنم آخون مفسد و فلارض، آخون فکر میکنه حتما من مفسد و فلارض. چیکار میکنه؟ فساد میکنه در زمین. آقا فساد میکنه در زمین؟ چجوری فساد میکنه؟ از کجا فساد میکنه؟ یعنی چه فساد در زمین؟ اینا اصلا قابل تعریف نیست، اینا سخنان مهمله و اینها رو اختراع کردن که دشمنان خود رو از میان ببرن، وقتی هیچ اتهام دیگری نیافتن اینها رو اختراع کرد. سوره بقره اولین جاش، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض شروع میشه این اتهام جدید به جرم شناسی جهان اضافه شد. البته همه دنیا میخندن وقتی ترجمه میشه اینا به این روزنامه های فرانسوی و آلمانی و روسی و غیره و اینا، میگن این آقا نوشته اینجا که این داره زمین رو فاسد میکرده، بودن اعدامش کردن. چه مایه آدمای بیگناه رو در مملکت ما بعد از همین انقلاب نکبت بودن اعدام کردن. مفسد فی الارض
اون یکی چیه؟ اون محاربه با خداست، داشته با خدا حرف میکرد، با خدا حرف میکرده. Waging war against God. امریکایی ها میگن، هر هر میخنده، میگن آقا اینا دیوانه هستن حتما، یه چیزی داستانی، چرا این مردم ایستادن این چیزا رو تحمل میکنن؟ Waging war against God. داستان مفسد فلعرض این بود که حضرت ختمی مرتبت وقتی که نصف شب با ابوبکر گریختن از مکه معظمه، تشریف بردن به طرف شمال، اونجا یثرب. یثرب جای یهودی ها بود و دو قبیله عرب، اوس و خزرج و چند قبیله یهودی، که اینها بعد از اینکه روم، امپراتوری روم، این تشکیلات اینا رو خراب کرده و اسرائیل و فلانی حرفا، آمده بودن اونجا، گریخته بودن. اونجا جای آرامی بود، محل کشاورزی و کسب بود، شهر بسیار آرامی بود. این چند قبیله یهودی عبارت بودند از بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر. یک تعدادی هم بودند که اینا خیلی فاصله داشتن، کشاورز بودن بیچارا، به نام یهودی های خیبر، کاری نداشتن به این کار. حضرت که تشریف آوردن اونجا، تنها اومده بودن با ابوبکر، یهودی ها جمع شدن و اینا و پذیرا شدن یهودی هایشون رو. به قدر ایشون خوشحال شد که زبان فصیح عربی در قرآن کریم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی، یعنی خدا الله، فضلتکم بالعالمین. ببینیم این آخوندها اینو معنی کنن، بیاد بیاورید نعمت رو باشون به شما رو بر جهانیان برتری داد. حالا از کجا میاد این سخن؟ این سخن رو یهودیان متعصب دیروز و یهودیان دیوانه و متعصب امروز، ما نژاد برتر هستیم. آقا ما آدمای برتر هستیم. اون زمان هم از این مزخرفات میگفتن. میگه آقا چجوری برتر هستیم؟ به خاطری که خداوند تبارک و تعالی شخصا در تاریخ ما دخالت کرده. دیزی میخورده با ابراهیم، شراب میخورده با اسحاق، لگد میزده فلان جای فلان پیغمبر، از این حرفا. همش مال ماست، ما برتریم. ما برتر نبودیم که، خب خدا میرفت جای دیگه. یه خب شما یه خدا اینقدر برتری هستین و اصلا خوبه، چی شد کمک شما نکرد فرعون این بلا رو به روزتون می آورد به قول خودتون؟ و بعد اون نمیدونم بخت و نصر، و بعد میرسونیم به هیتلر. یا چون نه، اون روز شما یادتون نمیدونم خدا تشریف برده بود، غایب بود. God was absent، خدا غایب شد. از این مهملاتی که متعصبین یهودی، البته بعضی خاقام اینا میگفتن، در حوزه مدینه میگفتن، ایشون هم با اونا هم کلام شده. الله مدینه میگه من شما رو به عالمیان برتری دادم. حالا اینو میگه، فکر کرده بود ایشون که یهودی به او کمک میکنن، میامد خودش رو به یهود منتسب میکرد. برادرم یوسف، برادرم ابراهیم، برادرم نمیکی. یواش یواش این یهودی ها گفتن که آقا این خیلی داره دخالت میکنه، داره تاریخ ما رو اینشون داره مصادره. یک یهودی مسلمان نشده در این کشتارهایی که از یهود کردن در مدینه، یک نفر به من نشون بدید که مسلمان شد، نشدن. ما میمیریم دیرمون عوض نمیکنه، چون قبول نداشتن اینا رو، قبول نداشتن اینا رو. میگفتن این انبیا همه یهودی بودن، راست هم میگفتن. ما اگه تکیه کنیم به این دروغا شاخدار این حرفا، همه یهودی بودن. خب از ابراهیم و نوح همه یهودی بودن، تا میرسیم به مسیح یهودی بوده، بقیه هم یهودی بوده، یحیی تعبیر دهنده یهودی، نمیدونم سلیمان یهودی و داوود یهودی و ایوریبادی یهودی اینا. حالا یا عرب پیدا شده، میگه که من نه تنها پیغمبرم که خاتم النبیین هستم، اینا برادر من بودن. حالا این بماند. مطلب دیگر که اینجا محل کسب و کار بود، اینا هم عرب شده بودن، این یهودی‌ها از کنم 500-600 سالی اونجا، زبانشون عربی بود، نامهاشون عربی بود، معامله با عرب داشتن، اعراب از اینا خریداری میکردن. این دو قبیله اوس و خزرج، طوری که من نگاه کردم در این تاریخ ها پیدا کردم، اینا کارگزاران اینا بودن، چون عرب اهل ارگانیزیشن و کار و مدیریت اینا نیستن، که حالاش هم نیستن، اون زمان هم نبودن. این است که اینا برای یهودی ها کار میکردن، اغلب زمین های مدینه مال یهود بود، ثروت اونها داشتن.
یک مقداری هم قلعه هایی داشتن که توش زندگی میکردن، برج های بلند داشت، اینا درش میبستن که شب دوز نیاد. رفته رفته این مدینه تبدیل شد به کمپ تروریستی. خب 80 نفر 70 نفر بودن، غذا نداشتن، لباس نداشتن، کسی نداشت به اینا بده بخورن. اینا شروع کردن به کاروان زدن. من لب لباب تاریخ اسلام رو دوست عزیز بدون چربی و کلسترول و بدون این که گمان کنم چیزی از آسمان آمده دارم خدمت شما میگم. خواه سخنم پنگیر خواه ملال، شروع کردن راهزنی. چاره هم نداشتن جز راهزنی. این قبیله رو بزن اون راهزنی کن، ولی کفاف نمیداد که 4 تا شطور هم دزدیدیم خوردیم باز گرسنه. پول اصلی دست ایناست. و یهودی ها مسخره میکردن، میومدن پای صحبت های رسول الله گوش میکردن، چیزهایی به هیبرو میگفتن. یه اشاره در قرآن هست که نگویید راعنی، بگویید انظرنی. حالا این راعنی در هیبرو یه معنی دیگه میداد. بهش گفته بودن که آقا این یهودی ها که میان میگن که راعنی یا رسول الله، تفسیر طبری هست رو نگاه کن، معنیش اینه. این یهود بعضی یهودی های سر این لاله‌زار روبروش سینما بیبه بود، اون طرفش هم پیراهن جامه بود، ما میرفتیم پیراهن میدوختیم میدادیم میدوزن، اینجاش هم پارچه فروش ها بود. یکی از این از کنم یهودی ها به طنز به رفیقش میگفت حالا اون مسلمونه رو ببین من چیکارش میکنم، تو گوش کن. میگفت آی آقا، آی خان، آی خان، آی رئیس. یارو بر میگشت میگفت یه قبور پارچه دارم اندازه تنته. قبوره، قبوره یعنی قبر و تابوت و کفن و این چیزا. او بیچاره این میگفت قبوره، او میشنید قواره. میمد میگفت که قبر، میگفت بیا ببین یه قبوره میکنم تنت ببین چی میشی. میمد بر میداشت، این هنو نگفته تو 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 8 تا 9 تا 10 تا 20 تا تو پاد بیچاره. چرا آبرو من مسلمونم آدم های بیچاره چی بگم محجوبی هستن معموله. بالاخره بهش میفروخ یه چیزی، خجالت میکشی. تا میگو آقا من میگم نمیخوام، پولش نگران نباشی، 150 تومنه 100 تومنه چی بدی؟ 50 تومن چم بعد بیار. اون 100 تومن اینه خریده بود 10 تومن مثلا، پارچه‌های سوراخ سوراخدار پاره پوره و دو رنگ و سه رنگ و چهار رنگش هم میفروختن. قبوره همین داستانو تو مدینه در آورده بودن. مستقیم در قرآن میگه نگید راهنی. حالا من نمیدونم راهنی به چه معنی است. تو سر نفر بچه یهودی پرسیدم، دوستانم نمیدونستن، واسه برم که از دانایان علم نمیدونم همین هیبرو اینا. من مسخره میکردم. حالا بزرگترین در واقع دشمنی از اونجا شد که اینها دیدن که اینجا کار به تروریستی کشیده شده و هر روز چند تا سر بریده دست اینا هست از تپه دارن میان پایین، سرداران اسلام. ایداد بیداد عجب جایی شد اینجا. تمام آرامش شهر از میان رفت، تبدیل شد به یک در واقع پادگان نظامی جنگی تروریستی. الله فرمونده بود البته. اینا شروع کردن به مقاومت کردن، شهر به هم ریخت، کسب و کارها خراب شد، گدایا چاوکش شدن، زور دستشون افتاده، نمیشه زندگی کنیم، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. شروع کردن با قریش تماس گرفتن که آقا بیا این شهر رو کم کنی، اینا مایه فساد شدن اینجا. اینا داستان حقایق امور اسلام عزیز و تاریخش هست. آخوندان میدونن من راست میگم، کسانی که به تاریخ آشنا هستن میدونن بنده راست میگم، حقیقت امر این بوده. خب حالا ما این همه از اینا تعریف کردیم، انی فضلتکم بالعالمین، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید چیکار بکنیم؟ اینا با اینا دوستی دارن، پول قرض میگرفتن. اول بایستی شروع کنیم غر زدن، اول بایستی زمینه عقیدتی برای قتل عام و غارت اینا رو من جور کنم دیگه. یعنی این سوره بقره از ابتدا تا انتها آماده کردن ذهن عرباس برای قتل عام اینا. حالا چی اختراع کنیم؟ اینا که نه دزدن، چون کسب و کار داشتن، نه کاسب که نمیره دزدی، نه متجاوزن، نه سر گردنه رو گرفتن، نه مال کسی رو خوردن. چیکار کنیم؟ باید یه چیز جدید اختراع کنیم. چی به دست بیاریم؟ بهشون میگیم مفسد و فلعرض. و ازا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اگه درست خونده باشه اون سید ایراد نگیره از ما، به قوت حافظه میگیم چیزا.
هر چی میگیم آقا فساد نکنید، میگن ما مصلحیم. یعنی دو اتهام داره میبنده، یکی اینا دروغوا، یکی مفسدن. مفسد فلعر، مفسد چی؟ وقتی من میگم این آقا مفسده، یعنی که از این سخن میبره برای اون سن یه چیزی اختراع کرده که جواب نذاره. مفسد فلعر چی مفسده؟ چه مفسد فلعرزی؟ هر کسی دوست نداشته باشه، اون یکی از نظری مفسد فلعرزی دیگه. نه من تعجب میکنم که اگر قضات ایران بایستی خودشون آتش میزدن وسط خیابون، بایستی میزدن و زیر بار این نکبت مفسد فلعرز و محارب با خدا و بقیه این از کنم سخنانی که تحملش برای هر انسانی مشکله تحمل نمیکن. این همه قضات با شرف در دادگستری ما بود، با سواد، دانا، بلکه شون مامور آخوندا فلان کس به جرم مفسد فی الارض به احکام اعدام محکوم میشه. این آقا اومده بود میگفت که با ادب صحبت کنید، کلام رو بشنوید، اونش که خوب است قبول کنید. آقا این مهملات رو بریزین دور، اینا شعار هزار جور تضاد علیه این هست، فوش ها هست در این رقره. چهار بار به اینا میگوید میمون، قرد، در طول قرآن سه یا چهار بار. اولین اختراعش هم در بقره است، برای اینکه ما اینجا واسه اینا رو آماده کنیم، عربا رو دیگه بعد بریزیم سر اینا. اتهام جدید اختراع شده در تاریخ انسان، اتهام آقا چیکار مفسد فی الارض، چیکار کنه در ارض، چه کرده که چه کرده که مفسد فی الارض؟ بعد شروع شده به یک بهانه واهی اختلافات رو شروع کردن، و شروع کردن اینا یکی یکی قبایل یهودی رو غارت کردن و بیرون کردن، تا میرسیم به قبیله یهودی بنی قریظه که اینها در موضوع جنگ احزاب که اینا میگفتن، که جنگ خندق معروف هست، ابو سفیان و اینها یک مراوداتی داشتن که قرار بود اینا کمک بکنن، که بعد اختلاف بینشون افتاد نشد، راف دادن. الله فرمود که شمشیرها رو غلاف نکنین. این الله کلامش از بس مستدل بود پیش نمیره، اما با زور شمشیر خب البته پیش میره، خیلی چیزا پیش میره با زور شمشیر. راف دادن به طرف همین بنی قریظه، و این داستانی است که بسیاری از آدم‌ها رو بیزار کرده از این اسلام. تجسم کندن سه گودال در جای کسب و کار در بازار مدینه، 750 نفر آدمای 12-13 سال به بالا رو دست بستن، سه روزم غذا به اینا ندادن، آب ندادن، گفتن که شما مسلمون شید و اینا. یکی یکی اینها رو مولای متقیان و زبیر سر می‌بریدن، این داختن در اون گودال. حالا قیافه مولای متقیان رو بعد از حداقل، چون مولا ماشاءالله تیزش، شمشیرش تیزتر بود و زورش هم خیلی ماشاءالله زیاد بود، از بازوهاش پیداست، حتما 500 نفر رو این گردن زده. حالا اون مولای متقیانی که 500 نفر رو سر بریده، قیافه‌شو ببینید، چون وقتی رگ یکی رو قطع می‌کنی خون میپاشه. میگن فاطمه چرا مرد؟ شما هم می‌دیدی قیافه اون رو می‌مردی بابا، سکته می‌کردی، خون لخته شده از سر تا پای این مرد. مولای متقیان، اما برای ما که فرقی نمیکنه، که ما که آدمای اصولی نیستیم که اصلی در اخلاق داشته باشیم. میگه آقا ما آدمکش رو نمیپذیریم اگر مولای متقیان باشه، دروغ رو نمیپذیریم اگر خدا بگه، دزدی نمیکنیم اگر نمیدونم دنیا رو ما بده. اینجوری که نیستیم که، هر لحظه یه شکلی هستیم. از منظرم که تشیم میام بیرون 700-800 تا ماسک عجیب غریب داریم دو مرتب داریم عوض میکنیم، به آخوند یه ماسک داریم، به تقی یه ماسک، ماسکا رو هی عوض میکنیم که بتونیم زندگی کنیم. آقا زندگی چیز خوبی است. ما مردم اصولی هیچ موقع نبودیم، هموطن. اگر بودیم باستان بودیم. آدمای اصولی کارتاژ ها بودن. بابلی ها بودن. پای مملکتشون، پای اصول، به اصولی که بشه درست. ما که اصولی نداریم که، آقا دشمن اومده تشریف آورد، اشکالی نداره آقا. تشریف بیارید. خب چی میل دارید قربان؟ شربت بیارن. خانمای خوبی هم هست این دور و بر.
داستان اسکندر رو بخونی. حالا دروغ اشکالی نداره که، اصلا دروغ مهم نیست، دوزی و رشوه که اشکالی نداره که، چیز خیلی خوبی درآمده دیگه. این کاستی ها رو ما بایستی هی نشستیم و میگیم این فرهنگ و این تاریخ و اینا درست، ولی یادمون نره که کی هستیم، اخلاق و رفتارمون چگونه شده، ایناست باعث گرفتاری ما. آدم اسلوبی اصولی خیلی کم دیدم من. در همه این سیاستمدارانی که ما میشناسیم از زمان مشروطه 3 تا 4 تا آدم اصولی ما داریم. یکیش مصطفی الممالک، یکیش مشیر الدوله پیرنیاز، یکیش محمد مصدق. شاید از این انگشت دست تجاوز نکنه. تقی‌زاده رجل خیلی بزرگی است، من منتهی هستم، ولی آدم اصولی نیست تقی‌زاده. هم آزادی خواه بود، هم کنار دست دیکتاتور میشه، از قلمش در میورد دارسی رو 30 سال اضافه میکنه با قلم تقی‌زاده. بعد میگن چرا همچی کردیم؟ من آلت بودم آقا، من که خودم من فاعل نبودم، آلت بودم. آلت در سخنرانی مجلسش، آلت فاعل آلتشو به کار میبره، من آلت بودم. تقی‌زاده به اون بزرگی که ما اگر که نمیدونم بایستی بگردیم در تاریکی که ببینیم سایه تقی‌زاده ای رو پیدا کنیم با فضیلت هایی که اون مرد داشت، اما اصولی نه. علی دشتی مرد اصولی نبود، هم آزادی خواه بود هم نوکر استبداد. دکتر مصدق مرد اصولی بوده، اینجا ما از او یاد میکنیم، نه که ما مصدقی، این مشکل هم مصدقی، من مصدقی نیستم آقا جان. مصدقی اصلا یعنی چه؟ ما جستجوگر عدالت هستیم برای این مملکت و آزادی و سلام. هر کس به این مملکت خدمت کرده درود بر او، ما باید خودمونو بشنیم. باری کشتن و زدن و بیرون کردن و فلان، این ریشه مفسد و فلعرضه. حالا شما اگر تفسیر بهتری بیار به بنده بگید مفسدن یعنی چه؟ مهننگ نیست؟ خب وقت ما در اینجا تمام شد. به 3 مورد اشاره میکنم، یکی باران نور، یکی صد مقاله آقای مهری 310-27-1369 و تکرار میکنم که در واقع تلفن دفتر سرزمین جاوید 818 هست، یادم رفت، نخیر 345-06-07. از شما دوستان که توجه فرمودید خیلی سپاسگزارم، از سامان گرامی که به بهترین وجه همواره این برنامه رو هدایت فنی میکنن ممنونم. از شما همزبانان گرامی هر جا که هستید، شنیدم ما در افغانستان بیننده داریم، در نمیدونم ارمنستان، یک برادر گرامی ارمنی زنگ زدن روز گذشته، خیلی خوشحالم توجه میکنید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین و زنده باد آزادی، دور باد استبداد، از نعلین و نمیدونم تاج و پوتین و اینجور چیزها. ببینیم شما رو.